بسم الله الرحمن الرحیم. زندگیتان با نور خدا روشن باشه و نور خدا همیشه در قلبهایتان جاری. اول سلام میکنیم و مادر دو عالم، مادر خوبی ها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا که وقتی ما هر وقت به هر امامی سلام میکنیم، هر امامی شخصا جواب ما را میده، ولی وقتی که سلام کنیم به مادرشان فاطمه زهرا، همه امامان جواب سلام ما را میتن. میگن که چی شده که این شخص نام مادر ما را گرفتن؟ پس بیایم سلام کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. و سلام و درود به همه شما بیننده های عزیز، شما دوستداران برنامه روشنا همراه ما هستین و ما هم مهمان خانه های شما عزیزان، آرزومند بهترین ها هستیم برای یک یک شما عزیزان. ایام سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم به شما تسلیت میگیم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات با ما باشین. سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبتی که دارین حتما پذیرا هستیم. برنامه ما به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه و اگر چنانچه شما عزیزان برنامه ریزی داشتین و هفته های قبل هم برنامه را دیده باشین، در رابطه با اعتیاد و آسیب های روانی صحبت هایی داشتیم، اعتیاد تعریف کردیم و بسیاری از موضوعاتی در رابطه با اعتیاد با شما عزیزان گفتگو کردیم و امروز هم در استودیو با شما عزیزان هستیم و نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگو میکنیم و خواهر خوب و خانم کارشناس برنامه خانم حسینی رو در استودیو داریم. همراهشان سلام علیکی میکنیم و صحبت را آغاز میکنیم. خانم حسینی سلام و به برنامه روشنا خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز ما و همچنین سال روز شهادت بزرگ بانوی جهان، بانویی که الگوی کامل از انسانیت، خوبی، عشق، مهرورزی و یک مادر کامل بودن را معنا کردن که بنیاد خانواده تشکیل میشه از کسی که الگوی کامل داشته باشه و قطعا ائمه ما، چون که مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله هستن، پس یک الگوی کامل انسانی هست. انشالله که ما پیروان واقعی ایشان باشیم. انشالله. سپاسگزار هستیم از خانم حسینی عزیز. و شما بیننده های عزیزی که همراه ما هستین و همراهی میکنین، ما در رابطه با اعتیاد و آسیب های روانی صحبت هایی را آغاز کردیم. ما یک درد دلی از یک شخص معتاد میخواییم بگویم، یک شخصی که دچار اعتیاد شده و به مواد مخدر مبتلا هست. خانم حسینی میخواییم که این بگویم برای شما و بیننده های عزیزم بشنون. شخص معتاد و یک شخصی که دچار اعتیاد به مواد هست درد دل دارم. بله. میگه که مرا به عنوان یک مجرم نبینین، از من تنفر نداشته باشین. معمولا وقتی که ما انسان ها وقتی که از یک شهر میگذریم، مثلا از گذر میکنیم، بله، میگذریم از یک جای به یک جای دیگه، یک شخص معتاد را میبینیم، با یک تنفر سون از او سیل میکنیم، حتی شاید انگشت انتقاد هم به سمت او دراز میکنیم، چهره ما تغییر میکنم. خب شخصی که معتاد است میگه به من قسمی نگاه نکنین، من بیمار هستم، من نیاز به کمک دارم، من نیاز به همدردی دارم، من کسی هستم که حالا که گرفتار هستم به یک چیزی، معتاد و اعتیاد آور گرفتار هستم و شما باید به من کمک کنین، شما به من همکاری کنین. این نگاه یک شخص معتاد هست به ما افراد معمولی و انسان‌های معمولی هم نگاهشان نسبت به شخص معتاد این گونه است و انشالله که بتانیم نگاه‌های خود ما را و دید خود ما را نسبت به این گونه اشخاص تغییر بدیم. حالا موضوع برنامه ما رسیده به اینجا که سوء مصرف مواد را می‌خوایم تعریف کنیم برای عزیزان بیننده، اختلالات روانی مواد مصرف کننده مواد. پس اول بیایم مصرف کننده مواد و سوی مصرف مواد رو تعریف کنیم که اون چی هست. بله، سوی مصرف مواد رو میخوایم تعریف بکنیم. سوی مصرف مواد همچنین که از نامش برمیاد، فرد
اعتیاد به یک ماده یا مواد پیدا کرده، منتها مکرر نیست، پشت سر هم استفاده نمی کنه. هر از گاهی حالت تفننی، حالت تفریحی، دور همی هایی که شرکت می کنن، در یک مواد اعتیاد آور می تونه الکل باشه، می تونه سیگرت باشه، بله. می تونه یک ماده مخدر باشه، منتها هنوز او وابستگی جسمی و روانی و فیزیکی رو پیدا نکرده. اما اگر این همچنان مداومت پیدا کنه، خب شخص میشه یک فردی که اعتیاد به مواد مخدر پیدا کرده. بله. اما این چون سوی مصرفه، پس هنوز درگیر نشده، اما آثار منفی خلقی، رفتاری و هیجانی را حتما داره. این سوی مصرفی که میگین مفهومش چی هست؟ هنوز درگیری کامل پیدا نکرده. ما میگیم یعنی؟ حالت تفریحی مصرف میکنه. یک شخصی میگه من کارم بسیار سنگینه، شدت کار من بسیار زیاده، سیگرت مصرف میکنم، یک مواد الکلی رو مصرف میکنم، بسیار غمگین هستم، بسیار از یک دردی رنجور هستم، پناه میبرم به یک ماده مانند سیگار. این میشه سوی مصرف مواد. اما هنوز او درگیری کامل پیدا نکرده که ما بگیم این آثار روانی و جسمی و او وابستگی رو به مواد پیدا کرده. پس میتونیم در حینی که این سوی مصرف برای یک فرد اتفاق میافته، اولین گام اگر شناسایی شوه و این قابل بسیار درمانش زودتر، سریعتر و آسانتر هست. چرا؟ که هنوز درگیر مواد نشده، هنوز به عنوان یعنی هنوز اعتیاد پیدا نکرده، بله، هنوز به عنوان یک بیمار معتاد شناخته نشده. این میشه سوء مصرف مواد، که باز این سوء مصرف مواد خودش اولین قدم و راحت ترین قدم به ایست که به مواد اصلی روی بیاره و فرد شبه معتاد. خب گفتن سیگرت نه؟ بله. آره، مواد دیگه ایم که هست، حالا مثال هایی که شما قبلا گفته بودین از مواد مخدر، مواد مخدر. آیا اونا هم قسم هستن در اولین دفعه اونا دچار اعتیاد نمیشن؟ مثل حالا شیره، سیگرت فرق میکنن دیگه. بله، مثل خب... شیره، تریاک، خب اینا گفتیم مواد مخدر سنتی که گاهی به صورت یک فرهنگ استفاده میشه، گاهی به مهمانی ها و جشنهایشون استفاده میشه، خب همون یک بار یا چند بار تفننی استفاده میشه، در صورتی که فرد باز خب تصمیم میگیره که این کار انجام نده و ترکش بکنه. یعنی در یک دفعه که اونا مصرف میکنن تفننی، این میشه سوء مصرف مواد. اما اگر این همچنان مداومت داشته باشه و مصرف شده، خب میشه یک فردی که اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر و میشه بیمار معتاد به مواد مخدر. پس این سوالی که حالا برای من خودم شخصا اینجا مطرح شده است که اگر یک شخص تفننی برای یک دفعه یا دو دفعه این مواد مخدر را مصرف کنه، دچار اعتیاد نمیشه؟ وقت داره مصرف میشه، وقت داره که بتونه تصمیم بگیره که بله، اگر در نوجوانان ای اتفاق بیفته، خب اولین قدم ایست که خانواده ها دست به کار شوه و سعی بکنه که از این انجلاب نوجوانشون را نجات بده، چرا بله. که هنوز او درگیری کامل پیدا نکرد. حالا تو نشه تشویق شون بگوین خب این خوب است دیگه، پس دیگه یک دفعه دو دفعه نمیشم دیگه، بیا حالا برم روی بیارم، من مثلا بسیار غمگین هستم یا کسی را از دست دادیم یا بسیار افسردگی دارم، بیا مثلا الان یک دفعه دو دفعه خیر است میرم، باز از او باز اعلام میکنم. این حتما آثار داره دیگه، گفتیم مال صحبت میکنیم، همراه با آثار روانی کوتاه مدت داره، همراه با این که یک سری تغییرات خلقی و جسمی برای فرد ایجاد میشه را قطعا داره، چون که بدن و مغز با یک ماده جدیدی روبرو شده. اما اگر این وابستگی روانی را ایجاد بکنه، خب فرد درگیر شده. و هیچ وقت با نمیگیم که سوی مصرف مواد یک تعریفی داره که شخص ترغیب شود، در صورت داریم میگیم سوء مصرف مواد یعنی زمینه های ورود به این منجلا و این خطرگاه از طریق سوء مصرف با اولین سیگرت در نوجوانان خب شروع و مقدمش هست. بله. تشویق میشه و باز خب تجربه میخوایم بکنن که مواد دیگر. درست است. حالا بیایم اختلالات روانی که سوء مصرف مواد داره در انسان ها ایجاد میکنه. حالا شما گفتین که این سوء مصرف مواد ما بیان میکنیم که این دچار اختلالات روانی میشه شخص،
دچار اختلالات روانی و حتی دچار اختلالات جسمی هم میشه. بله. درست است؟ بله. 100% دیگه وقتی که روح و روان در فشار باشه خب جسم هم ناخودآگاه. خب در جامعه به قول شما ما در جامعه بیماران به مواد مخدر را شاهد هستیم که از لحاظ جسمی هم سقوط میکنن، کاهش وزن دارن یا افزایش بسیار وزن دارن، ظاهرشون تغییر میکنن، حالت جولیده و غیر بهداشتی دارن. خب یکی از مهمترین خطراتی که فردی رو که به مواد مخدر آلوده شده روانپریشی ها و بیماری های روانی و اعصاب هست که متاسفانه در نوجوانان خصوصا که تأکید ما بیشتر از افسردگی است که هم در بزرگسالان اتفاق میفته. بله. اما این گزینش هم میگیم که ختم میشه به خودکشی که دیگه بیشترین آمار خودکشی در زمانی که فرد اعتیاد داره به مواد مخدر در نوجوانی و جوانی شروع میشه، چرا که اولین باری که فرد مواد مصرف میکنم مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنم خب این تأثیر مستقیم بر مغز میگذارن. ما میگیم مغز فرمانده بدن هست، هر دستوری که مغز برای ما بده ما همون کار انجام میدیم. خب این فرایندهای مغز درگیر میشه، ما میگیم مغز رو مختل میکنه، چرا که باعث گاهی از علائمش اگر بگیم گاهی دچار فراموشی میشه، هوشیاریش فرد از دست میده. بله. نمیتونه تشخیص بده، قدرت تصمیم گیری نداره. قدرت اراده را شخصی که معتاد هست نداره، از دست داده. پس ای او تخریب و خرابی رو بر مغز وارد کرده و ای باعث میشه که فرد مستعد به بیماری های روانی شوه، بیماری هایی که دچار ناراحتی اعصاب هست، روان پریشی است. بله. و اولینش افسردگی هست، یعنی در همون مصرف اولیه‌ای که اینها شروع میکنن دچار افسردگی میشن. اون که سوی مصرف هم سوی مصرف تمام بیان میکنیم. بله. دیگه میخوایم اختلالات روانیش بیان کنیم. اختلالات روانی با مواد مخدر هست. سوی مصرف خب. مواد گفتیم چون کوتاه مدت است میتونه باز هم بستگی به بدن، بستگی به اون شرایطی که بله. او فرد داره. خب یک فردی هست که یک بار دو بار این تجربه رو انجام داره دیگه انجام نمیده. حالا کلا پس مصرف بله. مواد هست، اختلالات مواد روانی مخدر. مواد بله. مخدر دیگه... بسیار خب بریم یان برنامه ببینیم مفصل میایم صحبت بله. میکنیم و بسیار سوال هم از شما داریم. بله. عزیزان تشکر از همراهیتان، بعد از یک وقفه ما را همراهی کنید. زندگی ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها در عین ساده زیستی و قناعت سرشار از صمیمیت و احترام بود، به گونه ای که ایشان همه اعضای خانواده را در کمال محبت و صمیمیت با القاب حسنه و نیکو صدا می زدند. یکی دیگر از راهکارهای تربیتی و شخصیت ساز بی بی زهرا سلام الله علیها مشارکت دادن فرزندان در کارها و مسائل خانواده بود. آن حضرت با برکت پیروی از پدر بزرگوارشان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عمل با آموزه های نبوی سرمشق بسیار درخشانی هستند برای خانواده های مسلمان و زندگی مؤمنانه. تشکر میکنیم از همکاران ما و دکلمه زیبایی که در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان شد، یک جا شنیدیم و در ادامه برنامه همراه شما عزیزان هستیم و آسیب‌های روانی مصرف مواد مخدر صحبت میکنیم و ببینیم که چه اختلالات روحی و روانی داره وقتی که مواد مخدر مصرف میکنن نوجوانان، جوانان ما. انشالله که بیننده های ما والدین عزیز این برنامه ها را متوجه باشن و دقت کنن، توجه کنن، به خاطر که اگر نوجوان و جوانی در محیط زندگی خانه دچار اعتیاد شده بتانن آگاهانه با او رفتار کنن و بشناسن که چه باید بکنن و چه قصه و چگونه همکاری کنن با نوجوان، جوان و شخصی که دچار اعتیاد شده در محیط خانه، حالا در جامعه هم که همچنان. خب ببینیم و اختلالات روحی و روانی را بشنویم، ببینیم خانم حسینی کارشناس برنامه ما چه میگن.
بله گفتیم خب بزرگترین آسیب به مغز وارد میشه. چرا همچین چیز اتفاق میفته؟ خب وقتی گفتیم شخص اشتیاق پیدا میکنه که مداومت داشته باشه در مصرف مواد مخدر، اولین باری اتفاق که افتاد باعث یک سرخوشی موقت یا شادی کاذب میشه. بله. که میتونه از نیم ساعت تا یک ساعت باشه از لحاظ زمانی و از لحاظ تایم روزانه هم میتونه حداقل تا 4 تا 5 ساعت این سرخوشی رو فرد داشته باشه. به قول خودشون قصه هایشون رو فراموش بکنن، مشکلات و درگیری هایشون رو فراموش بکنه. این شادی موقت باعث همون میشه که هورمون شادی که در مغز ما آدم ها هست که مثل ورزش، مثل خنده درمانی، مثل کارهایی که به ما اشتیاق، انگیزه و امید میشه و این باعث میشه که ما یک انسان شاداب باشیم. بله. چرا که شادابی و سلامت روان لازمه یک زندگی سالم هست و این موقتاً این شادی رو برای فرد ایجاد میکنه و بعد از مدت این زمانی یک ساعت چار پنج ساعت فرد دوباره همون فردی است که غمگین بوده، همون فردی است که از مشکلات روحی رنج میبرده و این دچار او ناراحتی اعصاب میشه، دچار او درگیری میشه، با خود کلنجور میره که من این مواده که مصرف کردم بازم این به من شادی نداده، پس من دوزی ای و نوع مصرفی رو افزایش میدم و بیشتر مصرف میکنم. شاید او به قول خودشان او نشگی و آرامش اولی رو به دست میاره که گفتیم هیچ وقت به او مرحله اول نمیرسه. چرا که در همون زمان موقت هورمون شادی افزایش زیاد پیدا کرده در اولین مصرف او افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه، اما با مصرف مواد این هورمون شادی خودش کنتر میشه، خودش آرومتر میشه تا به صفر میرسه و فرد مشتاق میشه که مصرف ادامه داشته باشه، اما دیگه در اون حالت اول بر نمیگرده و این باعث میشه که فرد دچار یک از بیماری های روانی که فرد دچارش میشه افسردگی است که مهمترین طبق آخرین آماری که دادن گفتن 60% از افراد معتاد به مواد مخدر دچار افسردگی میشن. افسردگی علائمش ایست که خب فرد هیچ انگیزه، هیچ شوق و هیچ امیدی به زندگی ندارد. بله. اگر قبلا از یک کار لذت میبرد، قبلا از یک فعالیتی لذت میبرد، دیگه او فعالیت قادر نیست و هیچ میل نداره. بله. که او فعالیت انجام بده. بله، تو گفتین که از خانواده ترد میکنه، خودش فاصله میگیره، فاصله، حالت گوشه‌گیری پیدا میکنه، حالت سکوت پیدا میکنه، خب با خودش شاید خودگویی های فیانه داشته باشه، ای که از جمع گریزان میشه، به قول شما از خانواده گریزان میشه، این میشه علایم افسردگی. ما در حالت عادی که فردی که در جامعه یا در خانواده اعتیاد به مواد مخدر نداره اما دچار افسردگی شده، ما طی درمان 1.5 ماه تا 3 ماه میتونیم از طریق CBT یا رفتار درمانی فرد افسرده را بهبود ببخشیم. بله. و در زندگی سالم برگرد. اما در فردی که اعتیاد به مواد مخدر داره ما با دو مقوله و با دو بیمار در ارتباط هستیم. بله، دو نوع بیماری. بله، دو نوع بیماری رو که یک فرد مبتلا شده. بله. فرد هم اعتیاد به مواد مخدر داره که خودش یک بیمار هست. بله. هم دچار افسردگی شده. خب ما برای درمان خب یک سری فرایندهایی رو باید طی کنیم. یک پروسه طولانی رو در بر دارم. ما باید تصمیم بگیریم که خب اول افسردگی رو درمان بکنیم یا اول اعتیاد درمان بکنیم. به نظر من که اول باید اعتیاد درمان بله. کنیم. اول باید اعتیاد درمان شوه. برای بله. ترکش تشویق شوه که در برنامه آینده انشالله. اما ما میخواستیم این آسیب بگیم که پس فرد دچار افسردگی میشه. بله. خصوصا برای نوجوانان و جوانانی اتفاق میفته. چرا که من میگم با اولین مصرف احساس میکرد که قصه نداره، احساس میکرد که به او استقلال خصوصا نوجوانان دست بله. پیدا کرده، او مردانگی یا زنانگی خودشون را بر رخ بکشه، میبینه که سرانجامی نداشته. خب این باعث این سوسی میشه، باعث این بیفعالیتیش میشه، یک شکست و ناکامی را احساس میکنه و این اگر ادامه داشته باشه یه افسردگی خب در جوانان خصوصا و نوجوان تبدیل به معضل خودکشی میشه. بله دیگه. فرد فکر میکنه
با خودش این نقشه رو میکشه. فکر میکنه خب چیزی برای زندگی و زنده ماندن دیگه نداره. خب هم شاید از عوامل و پیامدها و آسیبهاش از خانواده ممکنه ترد شده باشه، در جامعه با نگاه نامطلوبی روبرو شوه، اگر مکتب میرفته دیگه از مکتب ترک تحصیل شده، از شغلش بیکار شده، خب این پناهگاهی دیگه نداره. خب به افسردگی به خودکشی فکر میکنه. درستم. و این خودکشی آغاز و خطر بزرگی هست که نوجوانان ما را متاسفانه تهدید میکنه. بله 100%. حالا شما فقط نوجوانان، خب جوانان وجود داره، جوانان هم بله. وجود داره و حتی مردان و زنان، حتی گاهی مردان و زنان که میگن ما دیگه خسته شدیم، شاید از مواد خسته شدیم و از زندگی خسته شدیم، راهی ندارم جز ای که خودمون را خلاص بکنیم. یعنی واقعیتش خانم حسینی، این کسایی که معتاد هستن و اعتیاد به مواد مخدر دارن، زمانی هست که بگوین که ما دیگه خسته شدیم از این مواد؟ یعنی به اوج ای که بگوین ما دیگه خسته استم از این مواد و میخوایم که نجات پیدا کنم، میرسه به این مرحله یا نه؟ این تفکرشان این قسم نمیشه، یعنی با کمک مشاورین هست که او به اون مرحله میرسه. اگر خودشان به این مرحله برسن که بگوین که ما دیگه خسته شدیم از این مواد، من دیگه احساس شکست و ناکامی دارم و من دیگه به هیچ جایی نمیرسم، من دیگه فهمیدم که این مواد، یعنی به این مرحله بله. میرسه خود اون شخص؟ من میگم یک جواب قطعی و کامل نمیتونم بدم، چرا که من میگم تفاوت انسانها، نگرش های انسانها با هم متفاوت هست. ممکنه یک فردی واقعا بدون ایش که هیچ کمکی کسی براش بکنه، مثل حمایت خانواده، حمایت جامعه، گروه هایی که در این زمینه داره خدمات ارائه میده، شاید کمک نکنه. اما خود فرد با نگرش خودش، با او آرمان هایی که خودش داره، خب خودش میشینه، من میگم سنجش میکنه، خودش تصمیم گیری میکنه و به این مرحله میرسه. درستان. که ترک میکنه، برای ترکش اقدام میکنه. اما خب من میگم عمومیت نداره، شاید همیشه این اتفاق نیفته، وگرنه که ما هزاران معتاد در شهرمون، در قریهمون و در جامعه داریم و بسیار کم اتفاق افتاده. نمیگیم نیفتاده، خود شخص بتونه به این مرحله برسه، اشخاصی بوده که خودشون به این نتیجه رسیدن. افرادی هم هستن، بله هستن که به این نتیجه برسن. کسانی هستن که توجه خانواده را همراه خود داشتن. نه، ای که شما گفتین گاهی خود شخص تنها، هیچ هم گفتم هیچ حمایت ممکنه صورت نگیره، ولی خودش به این نتیجه رسیده، به این باور رسیده که این مواد برای ما کارساز نیست. خب خانم حسینی، شما گفتین که اختلالات روحی و روانی در شخص ایجاد میشه. وقتی یک شخصی که دچار اختلالات روحی و روانی باشه، آیا میتونه تصمیم گیری کنه؟ آیا میتونه ذهن خود را درگیر این مسائل کنه که ما دیگه از این مواد خسته شدیم؟ آیا میتونه به این مرحله بزرگ از زندگی خودش برسه که بگویه من دیگه نمیخوام، من دیگه به هیچ جایی نمیرسم، من دیگه خسته و مانده شدم از این مواد؟ خب. پس این که با هم مطابقت نداره، مطابقت اون شخص نداره. آره دیگه، دچار اختلالات روی روانی است، یک بیمار است. یک بیمار است، گفتیم دو تا بیمار است. وقتی این بیمار درمان شده، دچار یک بیماری دیگه هم شده، یعنی با هم شدن. بله. و این نیاز داره که مشاوره شه، نیاز داره که حمایت خانواده و جامعه را میطلبه تا این فرد نجات بده. پس خود شخص آیا خود... میرسه به این مرحله یا نه؟ خب اینو گفتیم، باسم یک جواب قطعی نمیدیم. گاهی میتونن برسن، گاهی اشخاص میتونن. هستن که خودشون تصمیم گرفتن، خودشون به این نتیجه رسیدن، به این باور رسیدن. حالا من میگم شاید از لحاظ گفتیم ویژگی های فردی و شخصیتی انسان ها متفاوت است. حتی در گروه بیماران معتاد ما هم ویژگی های شخصی منحصر به فرد خودشون رو داریم. یک فردی میگه من 20 سال 30 سال مصرف کننده مواد مخدر بودم، اما خودم به این نتیجه رسیدم که باید ترک بکنم. شاید من میگم او از لحاظ روحیه، از لحاظ فضا و شرایطی که زندگی میکرده، او قوت داره. شاید اختلالات روانی را کمتر مبتلا شده، در کنارش فعالیت کاریش از دست داده، ترک تحصیلش از دست داده، از جامعه ترد نشده. خب این قطعا میتونه که دوباره به آغوش خانواده و جامعه برگرده. اما فردی که از هر لحاظ سقوط کرده، درسته؟ او به تنهایی بسیار سخته. باز هم ما نمیگیم که وجود نداره، بله. میگیم به تنهایی بسیار سخته و حتما حمایت های گروهی، دوستان، خانواده و جامعه را 100% میطلبه که نجات پیدا بکنه. پس بله. این از افسردگی شد که
انسان ها رو تهدید میکنه و باز هم اختلالات باز هم هست. بله. الان ما چون اختلالات فردی رو داریم فقط بررسی میکنیم، چرا که خب اختلالات گاهی وقتا در زندگی مشترک هست، در اجتماع و جامعه هست، که شما گفتین که امروز ما فقط اختلالات فردی رو صحبت رو گفته میکنیم. باز اختلالاتی که در محیط جمع مشترک خانواده و اجتماع و جامعه رو ما میبینیم و عواملش هست که انشالله در برنامه‌های بعدی مفصل ما گفتگو صحبت در این مورد زیاد داریم با بیننده‌های عزیز ما. بعد از یک وقفه که حدیثی از امام رضا علیه السلام هست تقدیم شما میشه و همچنان با ما باشین. در رابطه با اختلالات روانی مصرف مواد مخدر صحبت میکنیم با شما عزیزان و شما بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی بخش فارسی دری. را گفتم شاید بسیار از عزیزان نو به جمع ما پیوسته باشن و برنامه ریزی کنین، هر روز در تایم شروع برنامه بیننده برنامه باشین، هر روز با موضوعات مختلف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و ببینیم که چه اختلالات روحی روانی دارن. اولین اختلالی که مصرف مواد مخدر ایجاد میکنه افسردگی هست و شخصی که افسرده هست حتی به مرحله خودکشی هم میرسه. پس تلاش کنیم و کوشش کنیم که متوجه باشیم، به خصوص متوجه نوجوانان، جوانان و همگی متوجه خود و اعضای خانواده خوب خود ما باشیم. خب دومین اختلالی که ایجاد میکنه چی میتونه باشه؟ بله، اختلال بعدی اختلال استراب هست که ما در برنامه قبلی اختلالات استرابی را توضیح دادیم اگر عزیزان شاهد بودن. اختلال استراب برای فرد ایجاد میشه. خب فرد با مصرف مواد مخدر ناخودآگاه استراب داره، ای تشویش و نگرانی را داره، خصوصا در بین نوجوانان. خب قطعا نمیخواد که از خانواده ترد شود، نمیخواد که با مخالفت والدین و نگاه بد جامعه روبرو شود. این ترس و استراب همواره تهدیدشون میکنه. دقیقا همون درد دلی که در شروع برنامه گفتم. بله. این ناشی از همون استراب بوده. از همون استراب میشه. از همون نگرانی که ممکنه اگر والدین ما متوجه شن، اگر در مکتب معلم ما متوجه شن، من مصرف کننده هستم، اگر دوستان ما و فامیل ما متوجه شود، خب من ترد میشم. من به یک فرد معتاد شناخته میشم و ممکنه خب بسیار از انگیزه ها و فعالیت های خودش از دست بده و این باعث استراب میشه و استراب بیش از حد و یک سری علائم و نشانه ها داره که میتونه خب تعریق باشه، میتونه تپش ضربان قلبش باشه، میتونه معده درد باشه، میتونه ای که حالت تهوع برش ایجاد شوه و دست کف دست و پایش عرق بکنه و همواره ای علائم و نشانه ها رو داره. ممکنه دچار سردردهای خیلی شدید شوه، رگ گردنش بگیره، عضلاتش دچار درد و کشش شوه و ای از هم از عوارض نوع مصرفش میتونه باشه. باز هم که دست بندی مواد رو گفتیم، خب مواد سنتی و مواد صنعتی هر کدومشون آسیب های جبران ناپذیر خودشو داره و فرد مصرف کننده با توجه به نوع مصرفش که چه نوع ماده مخدر هست و با نوع دوز مصرفش که چه مقدار در روز مصرف میکنه، این بسیار تأثیر داره برای که فرد میزان استرابش چقدر باشه، میزان افسردگیش چقدر باشه. درسته. و این فرد همواره این استراب داره، همواره این نگرانی رو داره که گاه ما در چهره هایشون هم میبینیم. بله. حال حسینی، این استراب داره یا ترس داره؟ استراب داره. گفتیم خب ترس. خب ببینید گاهی وقتا ترس هم از این میتونه داشته باشه. خب من به عنوان مرد یک خانواده، من معتاد شدیم، احتیاط آوردیم، آل زن اولاد مدرسه نتوم، آل مورد بی احترامی قرار نگیرم،
این ترس است یا استرابه؟ یا اینکه مثلا شما گفتین که نوجوان است میره مکتب ترس داره که معلم نفهمه، استراب داره که معلم نفهمه، آیا این استراب است یا ترس است از اینکه معلم نفهمه یک دفعه که ما مثلا معتاد شدیم، همسینفیایم نفهمه، پدر مادرم نفهمه، این استراب است یا ترس است؟ استراب وقتی باشه نزدیک به هم هست اما راه تشخیص داره. اختلال استراب وقتی ما میگیم یک بیماری روانی فرد دچار شده که همراه با علائم و نشانه هاست، گفتیم مثل علائم جسمی، مثل علائم ذهنی، بله، تپش قلب، یه علائم داره اما ترسی علائم نداره. ترس فقط یک حالت بسیار کوتاه مدت روانی یا همون لحظه که من این ترس فقط دارم که خب ممکنه خانواده ما بفهمه، ممکنه مکتب بفهمه و در همو لحظه یا همو مدت کد خلاص میشه و همچنان به مواد خودش یا مصرف کننده ادامه داره. اما دیگه این نشانه های تپش ضربان قلب، نشانه های تلزدن به مورد، نشانه های عرق و تعریق زیاد دیگه نداره. فقط خانم حسینی یه قدر این فرد جسور بوده، یعنی یه قدر این عواقب این موضوع را خب میفهمید دیگه، حتما دیگه، ولی قدر جسارت داشته که پا به این مرحله گذاشته و آمده به مواد مخدر خودش معتاد کرده دیگه، چرا استراب داشته باشه دیگه؟ یعنی این خودش به عنوان یک انسان خب بالاخره متوجه از این بوده دیگه که من اگر این را مصرف کنم و معتاد شوم، خب پدر مادرم دارم، خب پدر مادر متوجه میشن میفهمن، معلم دارم، جامعه، ای او، خب ای جسارت در خودش داده و وارد این مرحله شده، پس چرا باید استراب داشته باشه؟ خب یک نکته را من در بیانات شما عرض بکنم، ای که ما نمیتونیم این فرد را بگیم این جرأت داشته، این شجاعت داشته، خب در جسارت داشته، ببین شجاعت داشتن با جسارت، و جسارت یعنی که من یعنی اهل ریسک کردن هست، اهل خطر یعنی من کردن من میرم، من این مواد رو میکشم هر چی شد اما شد. ممکنه من بگم ممکنه این فرد به عواقب و پیامدهای آسیب‌زای مواد اطلاع نداشته باشه. خب این را هم میتونیم در نظر بگیریم و این که یک سری عوامل های باعث شده این فرد به این سمت کشیده شده که ما انشاءالله در بحثی که میخوایم عوامل های ایجاد کننده این که شخص چرا رو به مصرف مواد میاریم که بسیار جای بحث داره. یک فردی که از یک شرایط مطلوب برخوردار باشه، از یک سلامت روان برخوردار باشه، از یک خانواده امن برخوردار باشه، بسیار درصد کمی هست که رو به مواد مخدر بیاره. پس حتما ریشه یابی داره، حتما ای که یک سری عوامل بسیار تاثیرگذار فرد کمک کرده و مستعد کرده که فرد طرف اعتیاد روی بیاره و هیچ وقت من میگم اون لحظه‌ای که او مصرف میکرده قطعا اگر او فرد میدانسته که یک روزی ممکنه کارتون خواب شه، ممکنه از جامعه و خانواده طرد شه، ممکنه در حالت مصرف مواد جان خودش از دست بده، من میگم دست به این خطر شاید نمیزده. خب پس ای عواملش عرض میکنیم تا ببینیم چرا این فرد رو آورده به این بله. مصرف. در برنامه های بعد انشاءالله صحبت میکنیم نسبت به عوامل از اینکه چرا مثلا چرا این روی ای آورده. بله روی آورده. خب پس گفتین که اعتیاد به مواد مخدر دچار استرس و اضطراب میشه شخص. میشه. بله. خب و ای که غیر از این گفتیم تمام اختلالات روانی رو یک فرد معتاد میتونه تجربه بکنه چرا که مستعدش هست. و یک از اختلالات دیگر باز هم بستگی به نوع مصرف او ماده و مقدار مصرفش داره ایست که فرد دچار یک اختلال روانی اعصاب میشه به نام اسکیزوفرنی که اولین علامتش که فهمیده میشه این فرد دچار این بیماری است هذیان‌گویی است. فرد با خودش گپ میزنه، فرد احساس میکنه یا تصور میکنه در ذهنش، در خیالش و به قول خودش واقعیت داره که من یک شخصی رو میبینم که با من گفتگو میکنه، یک شخصی که من صدایش رو میشنوم، یک شخصی که با من همزاد پنداری میکنه و در حال گفتگو، در حال ای که حتی یک از توهم داشته توهم داشته باشه هذیان گویی داره دوچارش میشه. ای هم به نوع او مصرف مواد داره که کدام مواد مصرف کرده که آثار بیشتری را دوچار توهم شده. توهم است یا اسکیزوفرنی؟
اسکیزوفرنیست که یکی از علامتش همین توهم است، همین که در ذهن خود در خیال خود شخصی را شیئی را تصور میکنه که با این گپ میزنه، با این ارتباط دقیقا. داره کارهایی را میتونه انجام بده. بازی موقتی است، چون اسکیزوفرنی مثلا یک بیماری دائمی است ولی اگر... اسکیزوفرنی که شما گفتین و توهم برای شخصی است که برای شخص فقط مواد مصرف کرده، یعنی همون لحظه است ممکنه وقتی مواد اثرش بره خوب میشه، اثرش بره خوب میشه در صورتی که درمان شود، در صورتی که او دوره درمان و داروهای آرام بخش و ضد اضطراب و ضد افسردگی ها را مصرف بکنه زیر نظر روان پزشک. خب اگر قطعا ما ای را کاری بهش نداشته باشیم، این ممکنه همچنان این توهمزایی و این بیماری را به خودش داشته باشه. بله دیگه، روز به روز پیشرفت میکنه. همیشه ما گفتیم که پیشگیری بهتر از درمان است. اگر ما زودتر به نتیجه برسیم، زودتر بشناسیم و آگاهی داشته باشیم، میتونیم به سرعت اقدام کنیم و پیشگیری کنیم و جلوی خدای نکرده پیشرفت بیش از حد او رو بگیریم. اینکه شما میگین که مثلا مبتلا به اسکیزوفرنی میشه، خب این بسیار گپ کلانه هست. بله. و درمان او چقدر میتونه، چقدر زمان بر هست، چقدر فرایند طولانی رو ممکنه طی بکنه که باز او اگر او بس اختلالات پیش بیایه که خب میتونه عواملش ایجاد بکنه، که خودش یک پروسه طولانی مدتی رو داره، که چرا که شخص ممکن بده که اسکیزوفرنی داشته باشه باز به اعتیاد رو آورده باشه. گاهی ما این قضیه رو هم داریم که میخواستم در بزرگواران عرض بکنیم که گاهی ممکنه شخص یک اختلال روحی روانی داشته باشه، مثل افسردگی، مثل اسکیزوفرنی داشته باشه، با مواد مخدر روی بیاره، که هم میتونه باشه که برعکسش بودیم، وقتی شخص مواد مخدر مصرف میکنه دچار اختلالات روحی و روانی میشه، و این هر دو میتونه با هم همپوشانی داشته باشه. دقیقاً، بسیار وقتا بسیار از خانواده ها در همین عقیده هستن، مثلا میبینن که یکی از افراد خانهشان یا کمک نارام هستن یا دوچار مشکلات روحی و روانی هستن، میگن بیا یک ذره مثلا از این مواد چیز استفاده کنن، شاید یه آرامش پیدا کنن. ولی خب غافل از این هستن که این خود این مواد زمینه ورود فراهم کرده خودش، ما میگم مهیا کرده یک بستر را که راهش را پیدا میکنه و با اون نتیجه مطلوبی که هدفش بوده نمیرسن، منتها عوارض و پیامدهای جبران ناپذیر خودش داره. و یکی از اختلال هایی که فرد باز هم دچار میشه اختلال دو قطبی است. فرد باز هم دچار یک سری علائمی که هم میتونه افسردگی رو داشته باشه، هم اضطراب داشته باشه، هم ای که یک خودبینی داشته باشه، یک بزرگبینی برای خودش احساس بکنه. چرا که مواد احساس میکنه که با مصرف مواد من بسیار بزرگ شدم، من بسیار کلان شدم، من همه مرا لایق میدانن، و یک سری باورهای کاذب با مصرف مواد احساس میکنه که باز هم آسیب های خودش داره که میتونه افسردگی رو هم اینجا باز دخیل بده. چرا درست. که با بین مراجعان خودمون یک نو جوان 26 ساله رو داریم که هم اعتیاد به مواد مخدر داره، هم دچار بیماری دو قطبی و هم دچار افسردگی است. بلکه خودم با این شخص صحبت میکردم، در حالتی بود که گبهایش نافام بود. از هر جای گب میزد، منتها او گب اصلی رو نمیتونست بزنه، و خنده های بیمورد، گپ های نامرتب، جملات بسیار ناقص، و ای که همون ناامیدی را داشت. بله. همون ای که من ترد شدم، همون ای که من هیچ ارزشی گاهی ندارم. و گاهی هم برعکسش رو میگفت، میگفت من بسیار عزیز هستم، من هستم که خانواده من هست، اگر من نباشم خانواده من هم وجود ندارم. مشکلات دو قطبی و این قسم تصورات. بسیار خوب، انشالله که صحت و سلامتی داشته باشن همه عزیزان بیننده ما، و اگر همچنانچه که فردی دچار اعتیاد هست در جمع خانوادهشان، از خدای بزرگ برایش صحت و سلامتی خواهان هستم و اعتماد نفس به او بتن، بیشتر همدردی و همدلی کنین همراه ازو، تایی که بتانه دوباره سلامتی خودش را به دست بیاره. سپاسگزار هستم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنا را. تا روز دیگه و روشنای دیگه شما را به خدای بسپاریم. خدا نگهدارتان.